رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین سفر خود به تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. چند روز پیش از سفر آقای گروسی به تهران، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود انفجار در تأسیسات نطنز اقدامی خرابکارانه بوده. همزمان با این تحولات، حسن روحانی روز سه‌شنبه امروز گفته که اگر آمریکا می‌خواهد با ایران به توافق برسد، اول باید به توافق برجام بازگردد. همزمان وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف ضمن درخواست از تهران برای همکاری با آژانس از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل ابراز نگرانی کرده. در این برنامه می‌پرسیم اهمیت سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بعد از فعال شدن مکانیزم ماش از سوی آمریکا چیست؟ نگرانی‌های اروپا در خصوص ایران در سایه اختلاف با سیاست‌های آمریکا چه فرجامی خواهد داشت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. برای گفتگو در این باره و سایر تحولاتی که امروز به وقوع پیوسته در سایه سفر آقای گروسی مهمانانی داریم: فرزانه روسایی، تحلیلگر روابط بین الملل از استکهلم، مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل از برلین، و همینطور امین صوفیا مهر، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما مهمانان. خانم روسایی، از بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. ارزیابی شما چیه؟ به نظر میرسه که سفر آقای گروسی موجب یک سری تحولات زیاد شده. از یک طرف صحبت آقای در واقع مقامات فرانسوی رو داریم با آقای ظریف، از سوی دیگر امروز آقای روحانی صحبت کرده، اشاره کرده به این مسئله، مقامات انرژی اتمی ایران اظهار نظرهایی کردن. به نظر شما چه انتظاری میره از این سفر؟ به نظر میرسه که این سفر یه کمی استرس ایجاد کرده، یه خورده نگرانی ایجاد کرده، به دلیل اینکه اگر برگردیم و در واقع پشت پرده این سفر رو یه کمی مطالعه کنیم، متوجه میشیم که این سفر در واقع حساسیت قابل توجهی روش هست و موفقیت‌آمیز بودن یا شکست خوردن این سفر روی اون پرونده‌ای که آمریکا میخواد باز کنه به نام مکانیزم مارشال یا تریگر بسیار تاثیرگذاره. بحث بر سر اینه که برای اینکه شورای امنیت یک تصمیم نهایی رو اعلام کنه، گزارش آژانس در واقع ستون فقرات آن ادعاهایی است که در شورای امنیت مطرح میشه. حالا آقای گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو تا مسئله مشخص دارن بلا تکلیف و پادرهواز که باید مشخص بشه که حل شدنش یا نشدنش در حال انعکاسش در شورای امنیت بسیار قابل توجه. یک، دو تا مرکزی هست که در واقع شهرضای اصفهان و احتمالاً همونطور هرمزآباد تهران هست. آژانس حدود یک سال درخواست بازدید از این دو مرکز رو داره. تهران تا کنون مقاومت کرده و هنوز مجوزش رو نداده. تا کنون خبرهایی هم که ما داریم حاکی از این نیست که اجازه داده شده. دو، برخی از فعالیت‌ها و همچنین مواد گزارش نشده، ترم دقیقش اینه، فعالیت‌ها و مواد اعلام نشده از ایران دریافت شده که تهران باید توضیح بده اینها این چه فعالیت‌هایی بوده شما اعلام نکردید و این موادی که حالا برفض در تورغزآباد پیدا شده اینها منبعش کجاست و در کجا این درصد اورانیوم غنی‌سازی فراوری شده. آژانس احتیاج داره به این دوتا ابهام پاسخ داده بشه، برای اینکه اگر به این دوتا ابهام پاسخ داده نشود، توضیحش اینه که اون کارکردی که آژانس در چارچوب برجام عمل میکنه در واقع به نتیجه کار نرسیده. آژانس میآید بحث راستی آزمایی بر اساس آنچه که من از زبان خانم وندی شرمن میگویم در گزارش به کنگره آمریکا که میگوید ما نمیرویم در ایران ببینیم چه چیزی درست است یا کار نمیکند. از نظر ما ایران هر آنچه که میگوید غلط است، ما میرویم ببینیم آیا درست هست یا نیست. مبنا بر این است که ایران هر اون چی که میگوید باید وریفای شود، باید راستی آزمایی شود. تا کنون این دو تا بخش مهم، یعنی این دو تا مرکز و این فعالیت و این مواد، ابهامی هست جواب داده نشده و دبیر کل آژانس بدون پیدا کردن راه کاری و پاسخی برمیگرده و این ابهام همچنان سر جای خودش باقی میماند.
بسیار خوب. آقای صوفیا مهر، نظر شما در این باره چیه؟ به اضافه من میبینم درگیرید با گربتون در اولین مصاحبه‌ای که قراره با چشم‌انداز داشته باشیم. به فال نیک میگیریم، بفرمایید. بله، درد فراق دیگه. ببینید، با توجه به تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه، یک به اصطلاح موج فشار دیپلماتیکی ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و آژانس این فرصت و غنیمت شمردن تا در پرتو این فشار جهانی که آمریکا ایجاد کرده به اصطلاح خواسته های خودشون رو پیش ببرن. ولی چیزی که هست به نظر میاد دریافت جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی از این فعالیت های دیپلماتیک آژانس و اروپایی اینه که اروپایی ها به اصطلاح دارن نقش پلیس خوب رو بازی میکنن و از اون سو پلیس بعد که آمریکا باشه سرگرم فشار سخته و اروپایی ها و آژانس سرگرم به اصطلاح استفاده کردن از قدرت نرمه و این یه نوع سوء تفاهم و یه نوع سوء ظنی در میان سران جمهوری اسلامی به وجود میاره که شانس این گونه تلاش های دیپلماتیک رو کاهش میده. آقای براتی، شما اگر در همین باره نظری دارید میشنویم. به اضافه اینکه اشاره شد به اینکه آقای لودریان در صحبت‌های خودش با محمد جواد ظریف ابراز نگرانی کرده از بحث در واقع به رفع تحریم‌های تسلیحاتی در سازمان ملل، با اینکه شاهد بودیم که اروپا عملاً رأی نداد به این پیشنویسی که از سوی آمریکا مطرح شده بود. شاهد چی هستیم اینجا؟ خب تاکنون پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی یک پرونده حقوقی بوده و ما میدونیم که در حدود 2 ماه پیش 30 خرداد امسال شورای حکام یک رأی علیه جمهوری اسلامی داد مبنی بر عدم همکاری لازم با آژانس بین‌المللی اتمی. حال اگر این رأی اون وقت الان دوباره تکرار بشه در رابطه با اشاره‌ای که به 2 مکان مورد شک توروز آباد و آبادی شد، معنیش این هست که اون چیزی که به نام PMD یا ابعاد محتمل نظامی برنامه اتمی ایران هست در دستور کار قرار میگیره و چنانچه در این شورای حکام رأی مجددی داده بشه و مسئله باید به شورای امنیت ارائه بشه که خب اون وقت این در همون جهت اقدامی است که آمریکا در جهت فعال کردن مکانیزم ماشه میخواد انجام بده و تنها راه برای جمهوری اسلامی این خواهد بود که لااقل به 2 مسئله پاسخ بده. مسئله توربوزآباد مسئله مهمی است چون در اونجا الان توربوزآبادی دیگه وجود نداره، این محل منفجر شده از بین رفته، خاکش وجود داره ولی در فاصله 1 کیلومتری تا 3 کیلومتری آژانس تونسته اون چیزی که میگه دستیابی پیدا بکنه به اورانیوم دستساز شده، یعنی غنی سازی شده نه اورانیوم طبیعی. بنابراین حدس میزنن اونجا فعالیت هایی که خارج از برنامه غنی سازی رایج بریان بوده انجام گرفته. در مورد آباده احتمالاً توجیه فعالیت ها در آباده برای جمهوری اسلامی آسان تر خواهد بود. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بتونه مسئله توزاباد رو به نوعی حل بکنه، سر مسئله آباده میتونه توضیحاتی بده. از اون طرف هم مقدار اورانیوم گم شده که حد زده میشه در اون مجموعه چند هزار کیلویی که جمهوری اسلامی الان داره وجود نداره، روی اون فعالیت های انجام گرفته که معلوم نیست اون فعالیت ها چی هستن. بنابراین فکر میکنم در آباد میتونه وضع طوری پیش بره که اروپایی ها بتونن باش کنار بیان و هشداری هم که شما فرمودید در رابطه با صحبت وزیر خارجه فرانسه با آقای ظریف در همین جهت هست که در حقیقت میگن که ما خود به خود اون به اصطلاح تحریم های تسلیحاتی رو تا 2023 ما ادامه خواهیم داد، مربوط به همه تسلیحات نمیشه بلکه تسلیحات 2 منظوره که هم جنبه دفاعی هم جنبه حمله‌ای دارن. در اینجا اگر جواب مناسب ندید ما میتونیم با آمریکا همراه بشیم. این پیامی است که فرانسه به آقای ظریف و آقای روحانی دادن. از خود شما میپرسم آقای براتی، به نظر شما این تهدید ضمنیه دقیقاً برای ایران در شرایط فعلی دیگه؟ یعنی یک جور فشار بر ایرانه برای اینکه
همکاری‌های لازم رو با آژانس داشته باشه و از سوی دیگر به دنبال در واقع خرید تسلیحات و اینها فکر نکنه میتونه بره؟ بله همین هم هست. چون ما میدونیم 14 ماه اوت، یعنی کمتر از دو هفته پیش، آیگروسی رئیس آژانس با وزیر خارجه آمریکا ملاقات داشتن، صحبت کردن در مورد مسائلی که مربوط به ایران میشه و حتما اونجا انتظاراتی که آمریکا از آژانس داره مطرح شده. الان مدیر کل آژانس در شرایطی قرار گرفته که از یک طرف بایستی که مستقل بودن آژانس رو نشون بده، بله. از یک طرف خود ایشون یه فرد سیاسی است. ما اطلاع داریم که ایشون در رابطه، چون آرژانتینی هست، ایشون در رابطه با انفجارهایی که اونجا بوده یه خورده حساب شخصی هم با جمهوری اسلامی داره. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه با خیال راحت به حضور ایشون در ایران نگاه کنه، باز پاسخ مناسبی بده. بسیار خوب. خانم روستایی اشاره کردن به اینکه به هر حال آقای بروسی یک سابقه در فعالیت‌های سیاسی دارند به هر حال، اما در این حال از قول خود اون نقل شده که فشار بر آژانس هست، فشار سیاسی، اما نفوذ در آژانس نیست. این از قول رسانه‌های ایران نقل شده. در این حال آقای ظریف هم دیداری داشته با آقای بروسی. به نظر شما در شرایط فعلی این انتظاراتی که آمریکا داره و در انتظاراتی که ایران داره از آژانس، اینها در این سفر آقای بروسی قراره که در واقع چه اتفاقی براش بیفته؟ آیا فکر میکنید که آژانس به شدت تحت فشارهای سیاسی هست و میتونه این تأثیر بذاره روی عملکرد آژانس در شرایط فعلی که چشم همه دنیا به این سفر به نوعی میشه گفت دوخته شده؟ در هر حال این سفر حساسیت قابل توجهی داره و میتواند نظر شورای امنیت و این صحبتی که امروز وزیر خارجه فرانسه داشته حاکی از اینه که این سفر میتواند نظر اتحادیه اروپا رو حداقل تا حدودی تکان دهد. البته دو تا نگاه متفاوتی وجود داره در ایران، همچنین در آمریکا و حتی در آژانس. آقای صالحی میگه که ما به توافق‌های گسترده‌ای رسیدیم و خیلی داره خوب کار پیش میره. اما آنچه که آقای گروسی میگه که ما کار رو شروع کردیم. میگه که we are working to reach agreement. ما داریم تلاش میکنیم به یه توافق برسیم. آقای صالحی میاد میگه که به توافق‌های قابل توجه رسیدیم. یعنی اینها در دو تا حوزه متفاوت دارن سعی میکنن. نکته بعد اینه که آمریکا به شدت احتیاج به یک گزارش ویژه و خاص از آژانس داره و ادبیاتی که آقای گروسی تاکنون داشته و توییتی که تاکنون داشته حاکی از این نیست که از توش منفعتی برای جمهوری اسلامی در بیاد. از یک سوی اتحادیه اروپا هم شاید تلاش میکنن که به یک خط وسط یا یک حد وسطی یا یک مذاکره طی این 28 روزه‌ای که از اجرایی شدن احتمالی مکانیزم واج وجود داره شاید بشه به یک وسطی رسید. همه اینها با همدیگه داره کار میکنه. اما آنچه که از اطلاعات ما به دست میاریم حداقل در این مدت چیز مثبتی برای جمهوری اسلامی از توش در نیامده، یا حداقل آقای گروسی با سوابقی که آقای براتی گفت و نکته مهمی داره، این سفر رو با دست خالی دارن برمیگردن. چه چیزی اگر... نکته مثبت برای ایران محسوب بشه در این من به نظرم هیچ نکته مثبتی نیست. ایران باید مجوز بازدید از دو مرکز رو میداد، شفاف، خلاصه، بدون حاشیه. این مجوز داده نشد. ایران باید توضیح میداد اون مواد از کجا اومده، این مواد در کجا غنی سازی شده، شفاف، بدون حاشیه. این پاسخ داده نشد. تا پاسخ این دو تا سوال داده نشود، پرونده ایران دچار یک ابهام جدی است و حداقل در واقع مستعد صدور یک اخطار مجدد از سوی شورای حکام هست که این میتواند همان ابزاری باشد که آمریکا برای اکتیو کردن مکانیزم ماشه بهش احتیاج داره. آیه به سوفیا مهر اشاره کردند به بحث فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا و اینکه به هر حال این تقاضا از طرف آمریکا مطرح شده خانم روستایی، اما به نظر شما همزمانی این سفر با در واقع این روند فعال کردن، تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه رو به نظر شما چگونه باید در واقع ارزیابی کرد؟ حالا جدای از این که ممکنه که نتیجه سفر آقای گروسی به نوعی به در واقع رأی منفی شورای حکام حتی علیه ایران منجر بشه، این به نظر شما کجای این اتفاقاتی قرار میگیره که از در واقع رد پیشنویس آمریکا در شورای امنیت شاهدش بودیم تا امروز که به هر حال آقای گروسی در ایران هستند؟
من فکر می‌کنم این سفر آقای گروسی به یه نوعی اتمام حجت با سران جمهوری اسلامی که بگه که به هر حال آمریکا دارای اهرم‌های قوی در شورای امنیت و به اصطلاح اون پیشینه شورای امنیت و نقشی که آمریکا در اون داشته و قدرت وتو خودش. من فکر می‌کنم آقای گروسی به مقامات جمهوری اسلامی میگه که اگه شما همکاری نکنید ما نمیتونیم در برابر فشار آمریکا مقاومت کنیم. ببین جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده بود پیش از ایجاد فشار حداکثر از سوی آمریکا از اهرم هسته‌ای استفاده کنه برای ایجاد هول و هراس در میان کشورهای غربی و آمریکا و اونها رو به یه نوع امتیاز گیری کنه، ولی به دلیل فشار حداکثری آمریکا جمهوری اسلامی رو در یه وضعیت باخت باخت قرار داده، به گونه ای که اگر به اصطلاح بخواد از اهرم هسته‌ای استفاده کنه خواسته یا ناخواسته از اون خط قرمزهای جامعه جهانی خارج میشه و موجب به اصطلاح جذب فشارهای بیشتر از سوی جوامع بین المللی میشه. و این بازی از لحاظ استراتژیک این بازی بسیار هوشمندانه که آمریکا انجام داده و این برگ هسته‌ای رو به اصطلاح از دست جمهوری اسلامی گرفته تا به واسطه اون دیگه نتونه امتیازگیری کنه یا باجگیری کنه یا ایجاد هول و هراس بکنه. اشاره کردید به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در موضع باخت باخت قرار گرفته. به نظر شما چه چیزی میتونه این بازی باخت باخت رو برای جمهوری اسلامی عوض کنه؟ جمهوری اسلامی هیچ گزینه مطلوبی نداره. مطلوب ترین گزینش از میان گزینه‌های بعد تسلیمه. ببینید مسئله برمیگرده به مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا و حتی اگر که مثل برجام به یه نوعی جمهوری اسلامی مشکل خودش رو با اروپا حل بکنه و با بخشی از جناح در آمریکا، این مشکل کماکان وجود داره. جمهوری اسلامی نمیخواد به عنوان یک دولت قواعد بین المللی رو بپذیره و رژیم بین المللی رو بپذیره و میخواد به عنوان یک انقلاب و یک جنبش انقلابی عمل بکنه، در این حال از مزایای این جامعه بین المللی بهره ببره و این حالت تناقض آمیزیه که برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و اونو تبدیل کرده به یه موجود اسکیزوفرنیک که هم میخواد جنبش انقلابی باشه هم میخواد به عنوان یک استیت یا یک دولت عمل بکنه و این وضعیت هم سرگیجه برای خود جمهوری اسلامی به وجود آورده هم برای جامعه بین الملل. تا جمهوری اسلامی این مشکل هویتی و این مشکل غایت و غرض در حوزه سیاست خارجی خودش رو حل نکنه ما کماکان این مشکلات رو داریم و مشکل اینه که جمهوری اسلامی نیاز داره که دست به یه جراحی‌های خونین و دردناکی بزنه که بپذیره به عنوان یک استیت در خاورمیانه عمل بکنه، نه به عنوان به اصطلاح رهبر امت اسلام یا نه به عنوان هلال شیعی. و به نظر میاد تمام این سیاست ها شکست خورده و جمهوری اسلامی باید این واقعیت دست از لجبازی برداره و این واقعیت رو بپذیره که واقعیات جامعه جهانی اجازه نمیده به جمهوری اسلامی به عنوان یک جنبش انقلابی عمل کنه، در این حال سوء استفاده کنه از مزایای به اصطلاح عضوی از جامعه بین الملل بودن. آقای براتی برمیگردیم خدمت شما. خانم روسری در مورد همین بخشای صحبت های آقای سوفیا مر که اشاره کردن به اینکه به هر حال ایران نیاز به تغییر داره، نکته اصلی بحث در ایران هست، یعنی عملا گفتن که جمهوری اسلامی باید این رو بپذیره که خب توان این شرایطی رو که داره پیش میبره نداره. از قول آقای روحانی نقل شده امروز در صحبت که فشار حداکثری 100% شکست خورده، گفته این فشار برای این بود که دولت رو مجبور بکنن که در حالت ضعف برای مذاکره و در سالهای 93 و 94 شمسی هم خواسته که با پایین آوردن قیمت نفت ایران رو پای میز مذاکره بکشه. در بخشی از دیگر صحبت‌های دیگرش گفته که آمریکا می‌خواست اروپا و کشورهای دیگر رو پشت خودش بره که نظر سیاسی موفق نشد و می‌خواست مردم رو به خیابون‌ها بکشونه، در این زمینه هم شکست خورد. شاهد اعتراضات خیابانی بودیم، الان هم فشار حداکثری روی مردم در واقع دولت ایران و سیاستمداران ایرانی و کسانی که الان دارن تصمیم میگیرن که بایستند یا به قول خودشون مقاومت بکنن که هیچ وقت گرسنه نمیخوابن. جمهوری اسلامی در شرایط فعلی داره چی فکر میکنه؟ من نکته شما رو گرفتم. ببینید
صحبت‌هایی که آقای روحانی دارن مثل سخنگویان پیش از خطبه‌های نماز جمعه مصرف داخلی داره، اما شما وقتی که در شورای حکام میرید یا در پرونده شما در شورای امنیت مطرح میشه، شما باید استدلال حقوقی داشته باشید که وکلای گردن کلوف بیان از ادعای شما دفاع کنند. لایحه‌ای که آمریکا به شورای امنیت داده 6 صفحه استدلال حقوقی داره، مبنی بر این که توضیح می‌دهد بر اساس کدام مبانی حقوقی آمریکا می‌تواند درخواست فعال شدن مکانیزم ماشه داشته باشه. ببینید حالا من ببخشید در این قسمت صحبت شما رو تکمیل می‌کنم، دارم صحبت شما. دولت جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی و مهمتر از ایشون آقای رهبر جمهوری اسلامی، رهبر نظام، باید این رو میدانستند و البته دیگر دیر شده، بعید به نظر میشه بشه این نقیصه رو جبران کرد. باید میدانستند که در واقع آمریکا ناظم نظام بین المللی، همچنین آمریکا هم گادفادر برجام هست و در واقع این آمریکا بود که برجام رو ساخت، نه اتحادیه اروپا. تمام بخش اعظم مفاد برجام رو آمریکا تنظیم کرده و اتحادیه اروپا کمک کرده. در نتیجه این یک استدلالی که کمک میکنه به در واقع به فعال شدن مکانیزم ماشه. مضافم بر این که در واقع اگر شما خاطرتون باشه من ده ها مصاحبه داشتم در این رابطه از روز اول مذاکرات برجام. آقای ظریف با وزیر خارجه آمریکا بود که بارها مذاکرات خصوصی داشتن توی پارک، جلوی جهانشون رو میگرفتن که از دور مثلا اسرائیلی ها نتونن اینها رو لبخونی بکنن. بخش اعظم مذاکرات، ستون فقرات برجام، مذاکراتی که بین ایران و آمریکا انجام شده. حال اگر آمریکا در واقع توضیحش اینه که آمریکا همچنان در واقع گادفادره اون برجامی هست که اروپایی ها بهش متعهدند، هرچند که آمریکا در برجام حضور ندارد، اون برجامی هم که اروپا دارد ازش دفاع میکند بنیانگذارش آمریکاست. این یک استدلالی است که قطعا در شورای امنیت ازش استفاده خواهد شد و ایران هیچ سهمی برای دفاع متاسفانه نداره. چون اصلا این به در واقع نوع کلماتی که استفاده شده، نحوهی که نوشته شده، این بخش مربوط به فعال سازی مکانیزم ماشه، خودش نشان دهنده این هست که ایران عملا در این وضعیت خب کاری نمیتونه بکنه در برابر اون قدرت هایی که به راحتی میتونن هر کدومشون فقط اشاره بکنن و این در واقع روند کل تحریم ها به جریان بیفته دوباره. آقای براتی، نظر شما چی هست در مورد تحلیلی که خانم روستایی ارائه کردن و به خصوص بخشی که آقای صوفیان مهر گفتن در مورد بازی باخت، باختی که ایران توش گیر کرده، راه حل هایی که ایشون داشتن برای درآمدن ایران از این بازی باخت باخت؟ یک بخشیش برمیگرده به اینکه ایران فعالیت های منطقه‌ایشو بذاره کنار، از هلال شیعیش بگذره و خیلی اتفاقات دیگری رو که الان بایزوبانیش در خاورمیانه هست کنار بذاره. اینها به معنی اینه که ایران یا جمهوری اسلامی در واقع میبایست نوع هویتی رو که برای خودش تعیین کرده کلا عوض بکنه. به نظر شما اصلا حاضر این کارو بکنه؟ خب اجازه بدید پیشتر عرض کنم که در رابطه با صحبت فرمایش خانم روستایی که نویسنده اصلی متن برجام خانم هلگا اشمیت، نماینده دیپلماسی آلمان در دفتر خانم موگرینی بودند که سیاست خارجی رو می نوشتند. البته فرمایششون درست، آمریکایی‌ها در چگونگی ادامه و تغییرات متن نقش بسیار زیادی داشتن و بسیار تغییرات به وجود آوردن. اما در مورد مسئله، اصل مسئله الان دیگر مسئله فروپاشی نظام سیاسی است، نه فقط در ایران. با وضعی رو که جمهوری اسلامی به وجود آورده، وضعی رو که آقای ترامپ به وجود آورده، ما در یه مرحله انفجار شورای امنیت هستیم. یعنی با مکانیزم ماشه، چنانچه اونطور که آقای ترامپ مورد نظرشه، اعضای شورای امنیت، دائمی شورای امنیت در جلسات شورای امنیت شرکت نخواهند کرد، آمریکا به تنهایی هم خواهد بود و بعد هم در پایان ماجرا این خواهد بود که چون شورای امنیت تصمیم به رفع تحریم ها نگرفته، طبق تعریف برجام همه تحریم ها برگشته است. خب این تعریف رو نه روسیه و نه چین و نه اروپایی ها قبول نخواهند کرد. در حقیقت دیگه ما تصمیم شورای امنیتی نداریم، شورای امنیت جدیدی باید به وجود بیاد، ساختار شورای امنیت تغییر خواهد کرد. اون برنامه‌ای که در پیش بوده که هند، برزیل،
عرض شود که آفریقای جنوبی و کشورهای مشابه اضافه بشن به اعضای دائمی شورای امنیت، این مسائل در دستور کار قرار خواهد گرفت، در حقیقت اصل کار شورای امنیت مختل خواهد شد. این اکسال عملهایی در رابطه با ایران خواهد داشت. یعنی من اینجا فقط یه سوال هست از شما میکنم آقای بروتی، اگر اینطوری که هست و در واقع شورای امنیت به یک جور نابودی به نوعی رسیده، آیا میشه این رو در نظر گرفت که این به نوعی به نفع ایرانه؟ یعنی بازی اونجوری هم که آقای صوفیان میر دارن میگن 100% باخت باخت نیست، چون اگر که قرار بشه که شورای امنیت نتونه به یک نظری برسه، شورای امنیت نتونه از اون وظایفی که میخواد در واقع به اون وظایف عمل بکنه، خب وضعیت به شکل دیگری رقم خواهد خورد. به اضافه اینکه مقامات ایران دارن ادعا میکنن که آمریکا رو منزوی کردن، به نظر شما به این سمت داره میره؟ نتیجه برعکس، دست آمریکا و دست اسرائیل برای تمام اقداماتی که در پیش خواهند داشت در مقابل جمهوری اسلامی باز خواهد بود، چون دیگر مکانیزم های شورای امنیت و سازمان ملل که بخواد اجماعی در رابطه با فصل 7 منشور ملل به وجود بیاره در تامین حفظ و امنیت جهانی دیگه کارساز نیست. اون وقت ما وضعی خواهیم داشت شبیه اون که در جنگ کره پیش آمد. در جنگ کره در پایان جنگ جهانی دوم که کره جنوبی و کره شمالی به عنوان بخشای زیر نفوذ آمریکا و اتحاد جماهیر شد دو کشور شدند و کره شمالی جنگی را آغاز کرد، و اون زمان وقتی که در حقیقت قابل پیش بینی بود که چین وارد این جنگ خواهد شد، اتحاد جماهیر شوروی 7 ماه تمام در جلسات شورای امنیت شرکت نکرد و به همین دلیل شورای امنیت اون زمان از کار افتاد و مجموعه سیاست جهانی دچار اختلالی شد که الان نمونه این به نوع دیگر اینجا تکرار خواهد بود. و دست کسانی که بخوان در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه تمام بکنن در هر شکلش، هم در جهت ادامه خیلی گسترده تر تحریما، هم در رابطه با یک دررویی نظامی که کشورهای منطقه هم درش شریک باشن، عربستان سعودی، امارات و کشورهای دیگر، به هر صورت تحمل وضع موجود با جمهوری اسلامی رو ندارد. ما در حقیقت وارد یک فاز جنگی جهانی جدیدی خواهیم شد، بسیار خطرناک برای ایران و برای تمامی منطقه. بسیار خوب آقای صوفیان مر، نظر شما چی هست در مورد صحبت‌های خانم روستایی و همینطور آقای بروتی، به خصوص بخش‌های پایانی صحبت‌های آقای بروتی؟ در مورد سخنان جناب براتی، ببینید فروپاشی شورای امنیت من اونو در افق نمی‌بینم و این یه نوع چند تا اگر داره. اگر اول اینه که آمریکا موفق نشه مکانیزم ماشه رو فعال بکنه و به عنوان یه واکنش و در انتخابات آتی آمریکا باز ترامپ برنده بشه و دست و به اصطلاح موضع دست راستی های آمریکا قوی بشه که به اصطلاح مخالف محدودیت های سازمان ملل برای به اصطلاح اجرای قدرت آمریکا میدونن و اونها یه مانع غیر ضروری برای ابرقدرتی مثل آمریکا میدونن، باعث بشه که از سازمان ملل کنار بیاد و اون موقع تصمیم جنگ و صلح به دست یا به دست نهادهای درون آمریکاست و این میتونه به ضرر جمهوری اسلامه و این دیگه بستگی به توافق شورای امنیت نداره. کافیه که دولتی در آمریکا بر سر کار باشه و جمهوری اسلامی رو تهدیدی علیه خودش یا امنیت جهانی بدونه و بخواد به صورت یک جانبه عمل بکنه. به همین خاطر فروپاشی شورای امنیت اگر که صورت بگیره، اگر این اگرها و این شرطها محقق بشه، به نفع جمهوری اسلامی است و به ضرر جمهوری اسلامی. یعنی یه مسئله اینه که بله، جمهوری اسلامی داره برگهای منطقه خودش هم داره از دست میده. وضعیتش در لبنان بسیار آشفته است، در عراق همینطور و در یمن هم همینطور، و در این حال منابع اقتصادی نداره که بتونه در همزمان در همه این جبهه‌ها بجنگه و مقاومت بکنه، با توجه به اینکه مشروعیت داخلی خودش رو از دست داده و ممکنه که برخلاف این هیبت مهیبی که جمهوری اسلامی برای خودش آفریده از درون فرو بپاشه و به تاریخ بپیونده. و همین خاطر این نگرانی‌ها باعث میشه که
شاید ما با یه وضعیتی مثل پذیرش قطعنامه 500 حالا دقیقاً یادم 598 برای جنگ رو میگید؟ بله بله، و اون وضعیت پیش بیاد که واقعا مجبور بشن سران جمهوری اسلامی این بار همگی با همدیگه جام زهر رو بنوشن، نه صرفا آقای خامنه‌ای، و دست به یک تغییرات اساسی بزنن تنها صرفا به خاطر بقا و نه چیز دیگه. صحبت از این نرمش قهرمانانه و احتمالاتی که در مورد کرنش قهرمانانه داده میشه یک بخش قضیه است. شما فکر میکنید که با توجه به ارزیابی که دارید از وضعیت منطقه، با خود شما ادامه میدم صحبت رو آقای یوسف یامر، به کم شدن قدرت منطقه ایران، وضعیتی که الان تحت تاثیر فشار حداکثری آمریکاست که عملاً بحث‌های منطقه‌ای هم به نوعی میتونه در همون راستا تعبیر بشه با توجه به اینکه قدرت مالی ایران برای حمایت از گروه‌های نیابتیش بسیار کم شده، شما فکر می‌کنید که در حال حاضر آیا سیاستمداران ایران که یک همچین فشاری رو، بازم من حرفم مردم هست، به هر حال اون فشار، اون تحریم، اون دردی که داره به جامعه تحمیل میشه، مردم دارن بارش رو میکشن، اینها نمیتونن این رو بفهمن، این قابل درک نیست براشون توی این حساب و کتابایی که دارن میکنن؟ شما وقتی یک برنامه ریزی سیاسی میکنید، یک اقدام دیپلماتیک در این حد رو دارید پیش میبرید و سایه تحریم رو به جان میخرید، قاعدتا یک حساب ارزیابی از برد و باخت دارید. در شرایط فعلی به نظر شما چه جمهوری اسلامی اصرار میکنه در قطعنامه 598 سازمان ملل که آقای خمینی ازش به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کردن، به طور مشخص در بدترین نقطه‌ای که میشد جنگ رو پایان داد پایان دادن؟ قبل از اون فرصت‌های زیادی بود و این فرصت‌ها رو از دست دادن. حتی در بعد از 2 سال اول 6 سال جوان‌های ایرانی در جنگ کشته شدند، این همه هزینه شد و بعد دوباره به همون جایی رسیدن که قبلا بودند. بله، این متاسفانه این بلاهت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داره و تا مرز فروپاشی یا سقوط پیش میره و وقتی که اون عمق سقوط رو دید برمیگرده و عاقل و فرزانه میشه و رفتارش عقلانی میشه. این یه الگوی رفتاری جمهوری اسلامی هست و این برمیگرده به اون خصلت، این که جمهوری اسلامی هنوز نتونسته یا نخواسته به عنوان یک دولت مسئول عمل بکنه، به عنوان دولتی که به اصطلاح حافظ منافع ایرانه. ببینیم از لحاظ ژئوپلیتیک هر کشوری یک منافعی داره که این ربطی به ایدئولوژی نداره و جمهوری اسلامی برای تداوم و بقای خودش به یک سری اصول ایدئولوژیکی چنگ زده که با منافع ایران به عنوان کشور در تضاده و جمهوری اسلامی یا نمیخواد این تضاد رو بپذیره و متاسفانه کسانی که بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی همیشه میخوان که این همانی به وجود بیارن بین منافع و اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی و منافع ایران، در صورتی که این یه تضاد است. ببین یه مسئله دیگه، جمهوری اسلامی در حوزه امنیت بیشترین لاف گزاف رو زده، در اونجا بیشترین ضربه رو به امنیت ایران زده. بله. ایران نیروی هوایی نداره، نیروی دریایی نداره و بازسازی نیروی هوایی و دریایی صرفاً با روابط عادی و دوستانه با آمریکا و اسرائیل از قول خود آقای روحانی نقل شده امروز در صحبتاشون، اشاره کردن که در شرایط مطلوبی قرار نداره وضعیت زندگی مردم و خود ایشون شمردن که در 42 سال گذشته که از عمر انقلاب داره میگذره، 8 سالش جنگ بوده، 10 سالش تحریم بوده. خانم روستایی، روی سخن با شما، اگر که با این وضعیت جمهوری اسلامی بخواد بره، خب قاعدتا فروپاشی اقتصادی حتمی است، اما به نظر شما حتی از این سفر آقای گروسی چه در واقع استفاده میتونه ایران بکنه که وضعیت رو، جمهوری اسلامی میتونه چه استفاده بکنه که وضعیت رو یک کمی به هر حال به سمتی ببره که لااقل این گونه در این وضعیت بسیار تنش آلود نخواد قرار داشته باشه، یا اینکه حداقل اگر خواهان بهبود وضعیت اقتصادی یا سیاسی در ایران هست چه اقدام هایی میتونه بکنه؟ اشاره هم بکنم در ایران صحبت بر سر این هست که در قبال فشارهایی که مطرح میشه ایران از NPT خارج بشه. NPT پله‌ای بود که در قدم اول مذاکرات وقتی برنامه اتمی ایران رو شد و فاش شد، ایران پذیرفت به عنوان یک جور عملاً عامل اطمینان بخش به غرب.
من اجازه میدید توی چارچوب خودم یک کامنتی دارم، فکر میکنم سوال شما رو پاسخ میده اما یه جوری نگاه من رو هم مطرح میکنه. برای اینکه سوال شما پاسخ داده بشه، من یک پرواز کلی روی نطنز میکنم. اون اتفاقی که در نطنز افتاد در واقع اون چهارچوبی که جمهوری اسلامی برای ایران طراحی کرد و امروز شما اون رو دارید می‌بینید. ببینید نطنز که در واقع یه مرکزش منفجر شد، حالا اینی که موشک خورد یا بمب گذاری بود یا در اون لوله‌ها بمب گذاشته بودن، در هر حال نطنز یکی از حفاظت شده ترین مناطق کره زمین بود به نظر من، حفاظت بسیار قابل توجهی داشت و ایران از هر مکانیزمی میتونست استفاده میکرد چون میترسید که اسرائیل اونا بزنن. اما شما الان میبینید که این نطنز تقریبا از کار افتاده، به دلیلی که یه بخشیش آسیب دیده که بخشای دیگرش الان همه در معرض خطره. اسرائیلی ها میگن لوله هایی که دو سال پیش کار گذاشتیم توش بمب بوده و این ممکنه جنگ امنیتی باشه، جنگ روانی باشه، ولی واقعا از کجا معلوم همین لوله ها اون زیر کار گذاشته نشده باشه؟ مضافاً بر این که برای سرابا شدن این نطنز یک کشور 80 میلیونی واقعا به خاک کشیده شد. رویاهای هسته‌ای داشتن در ایران، رویاهای هسته‌ای ایران منجر به ساختن نطنز شد. ما چندین دور تحریم، بدترین نوع تحریم سازمان ملل رو داشتیم که آقای نوبخت میگه ما دیگه حتی نفت در برابر غذا هم نداریم، یعنی خب پایان همه چیزه. خب به این ترتیب شما نگاه میکنید این رویاهای هسته‌ای ایران تمام شده، با برجام یا بدون برجام. ایران نفوذش رو در سوریه و عراق و یمن وقتی که همه بازی رو باخته باشه و تأسیسات هسته‌ایش در این حال ممکنه هنوز در معرض تهدید عملیات نظامی اسرائیلی یا آمریکایی باشن، دیگه این تأسیسات به چه درد می‌خوره؟ من و مضافم بر این که همین فعالیت‌های هسته‌ای و همین نطنز که از کار افتاده، آقای کمالبندی میاد میگه که خرابکارانه بوده یا مثلا سابوتاژ بوده، در واقع اینها ابزار حفظ نظام و یک جریان سیاسی خاص بود، نه ابزار دفاع از مردم ایران. شما از هر طرف که نگاه میکنید این فعالیت های هسته ای ایران، این پادمان هسته ای که بله، ارتباطاتی که ایران داشت، همه اینها به ضرر امنیت ملی و منافع مردم ایران بود. آقای براتی در همین مورد اگر صحبتی دارید میشنویم، وگرنه که من برم سراغ محور بعدی. ببینید جمهوری اسلامی با کاهش 5 مرحله‌ای تعهدات برجامی خودش عملا به اونجا رسیده که دیگر برجامی رو نداره، دیگه برجام رو قبول نداره، اون رو پشت سر گذاشته. بنابراین الان به لحاظ به اصطلاح منطقی دلیلی دیگه وجود نداره که به خواست آژانس برای سرکشی به دوروزآباد، آباده و جاهای دیگه بخواد اونها رو قبول بکنه، مگر اینکه اون مصلحت سیاسی که خانم روسا و دوستمون بهش اشاره کردن در کار باشه که فکر کنه علارغم وضع موجود من هنوز میخوام در چارچوب روابط بین الملل جایی برای کشور ملت بودن خودم باز بکنم. این تصمیم سیاسی است و درسته نظامی که خودش رو به عنوان نظام انقلابی تعریف کرده و فکر میکنه تنها زمانی امنیت خواهد داشت که حول و حوش خودش پشت جبهه اسلامی به وجود بیاره، اگر اونها نباشن به دست اسرائیل و آمریکا نابود خواهد شد، با این نظریه نمیتونه یه در چارچوب برجام کاری بکنه. بنابراین یه اگر تصمیم میگیره تصمیم‌گیری سیاسی است، این دیگه فقط به دوروزآباد و آباد و غیره اینها مربوط نمیشه، تصمیم به حفظ نظامشه که در این شرایطی که جمهوری اسلامی قرار داده و دهگانگی مراکز تصمیم گیری و ایده ها به نظر نمیرسه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی حد اکثر در سراشیبی فروپاشی کامل کشوری سیاسی خودش آغاز شده و فعالیت‌هاش در سطح بین‌المللی به اونجا نخواهد کشید که بتونه تفاهم کنه با نظام بین‌الملل. بسیار خوب، در دقایق پایانی هستید، من مایلم از هر کدوم از شما یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشم. خود شما شروع بفرمایید آقای براتی. خب جمع‌بندی همین هست که الان اگر قرار ایرانی وجود داشته باشه، الان زمان اون هست که آمریکا فقط به فکر این نباشه که می‌خواهیم ما
با جمهوری اسلامی به برجام جدیدی برسیم، یا اروپا یا به همین نب. الان زمان اون هست که حمایت کامل از مبارزات مردم ایران بشه در تمامی اشکال موجود. اگر این نباشه ما با برجام تنها به جایی نخواهیم رسید. بسیار خوب آقای صوفی، همه شما بفرمایید. جمع بندید. ببینید، این جمهوری اسلامی همین حکومتی که میخواد فعالیت هسته‌ای انجام بده و در منطقه آشوب آفرینی کنه، همین حکومتیه که مردم خودش رو سرکوب میکنه و در عرض 3 روز اینترنت رو قطع کرد و با گلوله جنگی به مغز و قلب ایرانیان شلیک کرد که بخشی از اینها کودکان بودن. و این همین حکومت، شما نمیتونین از این به اصطلاح حکومت انتظار داشته باشین که در حوزه روابط خارجی رفتار عقلانی داشته باشه و همین حکومت بتونه رفتار معقول و به اصطلاح مشروعیت مشروعی رو با مردم خودش داشته باشه. بله. من فکر میکنم یه سری تناقضه و آمریکا باید به این نتیجه برسه که تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی هست رفتارش تغییر نمیکنه، و اگر هم رفتارش تغییر بکنه، این تغییر رفتار بازگشت پذیره و میتونه به زودی بعد از اینکه اون گروه های تندرو در ایران فعال شده از دوباره به همون اصل خودش برگرده. ممنونم خانم رستایی، نظر شما رو هم بدونیم. جنبندیتون. من اعتقاد دارم که در واقع ما همیشه نگران این بودیم که ایران تبدیل به پاکستان بشه و نظامی ها عملا کشور رو اداره کنن. متاسفانه نه تنها ما پاکستان شدیم، بلکه از مرزهای پاکستان هم آن طرفتر داریم میریم. ممکنه جمهوری اسلامی دچار یک تغییر و تحولات جدی نشه، اما ایران تبدیل به بنگلادش بشه. تبدیل شدن ایران به بنگلادش هم یک بحث بسیار جدیه که کشور فقیری که همه چیز رو از دست داده، اما نظامی ها همه چیز دارن و فرمانروایی میکنن. من به یک نکته دیگری هم اشاره میکنم. با توجه به شرایطی که داریم، خیلی دور نیست، شما اگر 10 سال به عقب برگردید با کشور لیبی مواجه میشید که مردم در رفاه بودن و یک حکومت داشت. امروز شما با لیبی مواجه هستید که در واقع یک فاجعه در نظام بین الملل هست. و این وضعیت که ما الان در برجام و فعالیت‌های هسته‌ای و سیاست خارجی ایران می‌بینیم، امیدوارم که منجر به لیبی شدن ایران نشه. بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، فرزانه روستایی، مهران براتی و امین صوفی‌عامر، همه تحلیلگر روابط بین الملل. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این برنامه چشم‌انداز. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنم.